بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و وقت بخیر و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز، همه هموطنان نازنین. انشالله که حالتان خوب باشه و لباس عافیت به تن داشته باشید. خوشحال هستم که با برنامه روی خط زندگی در خدمت شما عزیزان هستم در عصر روز سه‌شنبه با یکی دیگر از موضوعات حقوق خانواده. دوستان از ارجمند، در پیوند با صحبت‌هایی که هر هفته در رابطه با حقوق خانواده داریم، امروز هم موضوعی پر اهمیت را برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که لازم هست در رابطه با موضوع معلومات جامع و کافی داشته باشیم که می‌تونه به شما عزیزان هم همچنان بیننده و همراه ما باشیم و با نگاه‌های گرمتان ما را همراهی کنیم. به برنامه روی خط زندگی خیلی خوش آمدید. خب دوستان عزیز ارجمند، باعث افتخار است که در خدمت شما هستیم. هر هفته در خصوص حقوق خانواده صحبت میکنیم و موضوعی را که امروز برای شما عزیزان در نظر گرفتیم حقوق دختران در خانواده است که باید در رابطه با این موضوع صحبتهایی برای شما عزیزان ارائه شود. از آنجایی که همه ما نسبت به حقوق دختران در جامعه آگاهی چندانی نداریم، بنابر این دلیل بسیاری از موارد در رابطه با حقوق دختران در خانواده و اجتماع ما نقض و پایمال میشه. پس لازم هست که این موضوع در مواردی بسیار گسترده در جامعه و خانواده مورد پیگیری قرار بگیره و همه ما سعی و تلاش ما در رابطه با این موضوع باشه که به دنبال احقاق حق دختران در خانواده باشیم، البته بر اساس دستورات دینی و او حقوق و قوانینی که در جامعه ما حاکم هست. امروز می‌خوایم در رابطه با حقوق دختر در خانواده بیشتر صحبت کنیم که از چه حقوقی برخوردار هست و وظایف والدین در ارتباط و مرتبط با این حقوق چگونه هست که باید نسبت به او توجه داشته باشن. با افتخار امروز میهمان گرامی ما خانم جعفری هستند و انشالله که بتانیم از صحبتهای ارزشمند ایشان نهایت بهره را ببریم. سلام بر شما خانم جعفری، خیلی خوش آمدید. تشکر فراوان از شما آقای حسینی. با نام یاد خدای بزرگ و سبحان، عرض سلام و درود دارم خدمت همه هموطنان عزیز ما در افغانستان و همچنان همه عوامل و دستاندرکاران تلویزیون خوب تمدن. عصر آخرین روزهای پاییزی، همگی بخیر. خیلی خوش آمدید خانم جعفری، خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. در پیوند به مباحث دلچسب و پر اهمیت حقوق خانواده، امروز میخوایم در رابطه با حق دختر در خانواده صحبت های داشته باشیم. حق دختر در اجتماع ما آنگونه باید پاسداری شود و حفظ و نگهداری شود چنانچه آموزه های دینی و بزرگان دینی ما نسبت به او توجه داشتن و بایدن بر همه ما همین گونه باشه توجه داشته باشیم که دختر به عنوان یک عضو فعال ارزشمند با او جایگاه و اعتباری که در خانواده داره چه حقوق و امتیازاتی داره که همه اعضای خانواده به ویژه بزرگترها در رابطه با او مسئول هستن و باید پاسدارش باشن. خب خانم جعفری، در رابطه با حق دختر صحبت کنیم که به چه معنا میتونه باشه و چرا تا این اندازه در جامعه انسانی مورد توجه قرار گرفته؟ بله، در ابتدا میخوایم خیلی تشکر ویژه داشته باشم از برنامه خوب روی خط زندگی، به دلیل اینکه در شرایطی که فعلا دختران و بانوان سرزمین ما به سر میبرن و بخش کثیری از دختر خانم ها از نعمت آموزش در فضای آموزشگاه ها و مکاتب محروم هستن، حالا به هر دلایلی که هست، پرداختن به حق یک دختر در درون خانواده و اجتماع میتونه در تبیین و روشنسازی حقوقی که این قشر در عین حال ظریف و در عین حال مهم برای اجتماع ما داشته باشه، یک کار بسیار پسندیده نیک است که واقعا جای سپاسگزاری داره و واقعا خوشحال هستم که با این برنامه در خدمت دوستای عزیز ما هستیم. ببینیم یک مقدمه، اگر بخوایم شروع کنیم بحث را، ما وقتی که به قوانین خود نگاه میکنیم، به فقه خود نگاه میکنیم،
به عرف خود و به اخلاقیات و مواردی که در قوانین ما و شما وجود داره نظر میکنیم، میبینیم که همه قوانین ما، عرف و عنعنات و رسوم و دانسته های ما و آنچه که برای ما قابل احترام هست همه ریشه در دین ما داره. گاهی اگر به انحراف رفته بعضی از مسائل عرفی، جای قوانین و فقر گرفته، او کار جامعه خود جامعه انسان نیست، نه اینکه در درون دین ما کدام اشکالی در وجود داشته باشه. در دین وقتی که میبینیم ظهور که میکنه این دین اسلام، یکی از شاهکارهای بسیار ارزنده و ارزشمند دین مبین اسلام برگرداندن جایگاه والا و ارزشمند زنان به او جایگاه اصلی خودش هست، جایگاهی که در حد یک مال، در حد یک اندوخته مالی در واقع تنزل یافته، پایین آمده و ارزشش آنقدر کم شده که مثل یک مال در جوامع پیش از اسلام تبادله صورت میگیره، زنان به عنوان مال خرید فروش میشن، استفاده میشن و هیچ گونه، وقتی کلمه هیچ گونه رو به کار میبریم به معنای واقعی کلمه، هیچ گونه حقی میبینیم که برای دختران قائل نیستن. و با ظهور اسلام، با آموزه های وحیانی که از طرف پیامبر مکرم اسلام میایه، متوجه میشیم که ارزش واقعی زنان و ارزش واقعی دختران در جامعه چقدر والا، ارزشمند و نیکو بوده. در این حال در پیش چشمان بهت زده و پر از استرس و نگرانی و خشم جامعه اون روزی، پیامبر میه بر روی دستان دختر خودشان حضرت فاطمه زهرا بوسه میزنن. این فقط یک مهر پدرانه نیست، بلکه یک الگوسازی عمیق و اسوه‌سازی عمیق است از نشان تکریم زن در اسلام. میخواد پیامبر با این عمل خودش به عنوان یک معصوم، به عنوان یک رهبر در جامعه انسانی و اسلامی این مسئله را عملا بازگو کنه، توسط خودش به عنوان یک سیره مقدس باقی بمانه برای همه مردان مسلمان که جایگاه زنان تا کجاست، که پیامبر عظیم الشان اسلام، خاتم انبیا و آورنده دین مبین اسلام در حضور چشمان بهت زده مردم و خشمگین مردم بوسه بر دستان دختر خود میزنه و احادیث فراوانی در خصوص مقام زن، مقام دختر و حفظ و جایگاه و ارزش زن مسلمان بیان میکنه تا نشان بدن که دخترها چه جایگاهی دارن. این دین چطور میتونه در سطر اسلام، در او جامعه زن ستیز و ضد زن، چنین احکام نجات بخشی را داشته باشه؟ بعد در عصر و نسل ما ممکنه این احکام نجات بخش وجود نداشته باشه؟ قطعا پاسخ منفی است. این احکام نجات بخش نه تنها از بین نرفتن در دین ما، در قوانین ما، بلکه حتی صورت گسترده تری پیدا کرده. بله بله. صورت گسترده تری پیدا کرده و از او احادیث و از او سیره و از او رفتار و از او قوانین کلی و احکام کلی که عمومی وجود داشته در او زمان و بعد از ایشان در زمان خلفا، در زمان امامان معصوم باقی مانده، به عنوان قوانین موضوعه الان انقدر ساخته پرداخته شده که میتونه به عنوان قوانین لازم و در این حال تقریبا کامل برای دختران امروز پاسخگوی نیازهایشان باشه و جامعه را احتوا کنه از این جهت که میتونن چه رفتاری با زنان داشته باشن. ببخشید که مقدمه کمی طولانی تر شد. میخوایم به این نکته برسیم که وقتی فرمودن شما که حق دختر یعنی چی و در واقع اصلا معنای این که دختران ممکنه حقوقی داشته باشن به صورت جداگانه بخوایم بپردازیم، میرسیم به اینجایی که وقتی چنین حقوقی ده در او زمان و در زمانهای بعدش و حتی جنبش هایی که صورت گرفته که در جهان برای احقاق حقوق زنان که متفاوت هستن با حقوق اسلامی در خیلی از موارد، اینا همه نشان دهنده ای هستن که دختران جایگاه میتونن ویژه تری نسبت به پسران در درون خانواده داشته باشن، به دلیل تفاوت های آفرینشی که دارن پسر و دختر. خب در بعضی از حقوق اینا مشترک هستن، مثل انتخاب نام نیکو. بله. انتخاب نام نیکو توسط پدر و مادر برای هر فرزندی، چه پسر باشه چه دختر باشه، تأنیث و تذکیر اصلا تفاوتی نمیکنه. یکی از حقوق حقی
فرزند هست که یک نام نیکو به معنای ای است که شخصیت او را زیر سوال نبره و برای او برازنده باشه و او احساس خجالت از او نداشته باشه و حتی روی شخصیتش به گفته روانشناسا تاثیر داشته باشه. بعضی از حقوق هم هستن که اختصاصی مربوط به دختران میشه، مثلا توجه ویژه‌ای که به ازدواج دختر خانم ها توسط پدر یا ولی در قوانین ما داره که به هر حال این تفاوت در مورد ازدواج پسرها وجود نداره. این توجه در مورد ازدواج پسرها در قوانین ما تأکیدی برای پسر وجود نداره جز پسری که صغیر باشه. که اینا موارد و مصادیقی هستن که حالا در ادامه به اینا خواهیم پرداخت. در کلام خلاصه حقوق دختران حقوق ویژه‌ای منظور هستند که مختص دختران هستند در درون خانواده که بر به لحاظ حالا فقهی اگر بخوایم بگویم واجب و به لحاظ قانونی الزام آور بر والدین، هم پدر و هم مادر و بیشتر برای پدر هست. بسیار خوب، سپاسگزارم از مقدمه زیبایی که شما فرمودید خانم جعفری و با تأکیدی که شما بر سیره زندگی پیامبر گرامی اسلام در رأس داشتین و او اهتمام و توجه ویژه‌ای که حضرت به دختر گرامیشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن نشان میده که واقعا دختر در یک خانواده نه تنها خانواده بلکه اجتماع بزرگتر از اون چه جایگاه و اعتبار و ارزشی میتونه داشته باشه و لازم هست که این موضوع همیشه به هر حال رفتار پیامبر صلوه حرکات و منش ما هم در زندگی باشه. بسیار خب، اگر بخوایم به اساس اون قوانینی که در جامعه ما حاکم هست که به نوعی تابع دستورات دینی هم هست اشاراتی داشته باشیم به حقوق دختران در خانواده و اجتماع، فکر میکنین که مهمترین این حقوق ها که باید ما توجه داشته باشیم چه حقوقی است؟ ببین برگردیم به موضوع، اگر موضوع رو یکم بخوایم بست بتیم یا گسترش بتیم یا بگیم موضوع چه موضوعی است، موضوع حقوق دختران یک موضوع سه‌بعدی است. یعنی یک بودش فقه هست، بود دیگرش قانون و بود دیگرش اخلاق. در مورد حقوق دختران این سه تا موضوع و عنصر در واقع تو امان با هم دیگه حقوق زنان و دختران را مشخصا در خانواده تشکیل میده. یعنی فقه، قانون و اخلاق تو امان آمدن یک سری حقوق اختصاصی و ویژه برای دختران گفتن. آمدیم برگرفت از قوانین، برگرفته از مواد قانون های مختلفی که حالا در مورد حقوق انسانی انسان ها صحبت میشه و همچنان فقه، قرآن کریم، سنت نبی پیامبر کریم اسلام، اولین حقی که میشه ترسیم کرد از برگرفته از همین روایات و قوانین هست این است که برخورد مرد خانواده با همسرش که مادر دختر باشه اولین حقی است که دختر داره. شاید سوال برانگیز باشه که یعنی چی؟ پاسخ این سوالی است که رفتار مرد با همسرش در واقع احترامی است که به دختر خود قائل است و به دختر خود به یک نحوی آموزش میده که هم آموزش و هم تشویق جایگاه زنان چیست و این احترام اولین حقی است که دختر برای خودش در فامیل دارا می باشه. من پیشتر هم اشاره کردم انتخاب اسم و نام که یک نام شایسته برازنده دارای معنی مشخص و خوبی باشه برای دختر خانم ها دومین حق که برای دختر خانم ها در نظر گرفته شده. اختصاصی ویژه و بسیار پر اهمیتی که برای دختران هست حق بحث ازدواجش است. جدای از بحث آموزش که یک حق مشترک بین تمام فرزندان هست که از او گذر میکنیم به دلیل ضیق وقت، چون بحث ازدواج یک بحث بسیار اساسی و در عین حال ویژه دختران هست، این بحث بیشتری لازم است. در بحث ازدواج چند تا موضوع برای دختر خانم مطرحه که اینا جزء حقوق دختر محسوب میشه بر دوش هر دو پدر مادر و بیشتر منظور پدر هست. در ازدواج مسئله اول در ازدواج دختر خانم بحث یافتن همسر همکف و در واقع از نظر شخصیتی برابر با دختر خانم هست که توسط والدین و به خصوص پدر هست. ولی اگر انتخاب خود دختر خانم باشه اینجا بحث اجازه و ولایت پیش میاد. در بحث اجازه و اذن ولی در ازدواج دختر خانم
بحث ها فراوان هست، منتها نکاتی که خیلی الزامی هن به صورت خلاصه تر عرض میکنم چند برخورد داریم. مثلا قانون مدنی اولین حرفی که در مورد ازدواج دختر خانم های رشیده میزنه میگه که به هیچ وجه ازدواج دختر خانم، صحت ازدواج دختر خانم رشیده مشروط به اذن ولی نیست. یعنی مصداقش ما در اجتماع خود ما خیلی میبینیم، گاهی والدینی پیدا میشن که فردی هم کف و هم شخصیت و هم تراز دختر خانم پیدا میشه، خواستگاری میکنه، خواستار دختر هست، دختر خواستار او هست، ولی به دلایل مالی، به دلایلی که عرفی یا به دلایلی که به هر حال ارزش چندانی ندارن مخالف چنین ازدواجی هستن. قانون این مسئله رو حل کرده، هم در قانون احوال شخصیت داریم هم در قانون مدنی، که دختر خانومی که رشیده است و توانایی تشخیص سود و زیان خود را داره نیاز به اذن ولی نداره، نیاز به اجازه ولی در ازدواج خود نداره. اگر مطمئن هست از انتخاب خودش و انتخابش یک انتخاب درست هست، اینجا نگرفتن اجازه یا کسب نکردن اجازه ازدواجش را باطل نمیکنه. گرچه داخل قوسی مطلب را تذکر بتم که ای به معنای نگرفتن اجازه و تشویق به نگرفتن اجازه دختر از ولی نیست، بلکه منظوری است که اگر چنین شرایطی فراهم باشه، انسان های خوبی باشن و پدر اجازه نده، اجازهش مشروط نمیکنه، ازدواج رو باطل نمیکنه. و در مورد همه اذن ولی بازم نکته ای که در قوانین وجود داره ای است که در مورد دختر صغیره اذن ولی شرط هست. دختری که زیر سن قرار داره، دختر خانومی که زیر سن قرار داره، ممکنه که محو هر چیزی و جذب هر مسئله ای شود و هر کسی. به همین دلیل هست که اومده قانون تفاوت قائل شده، گفته حق دختره بالغ عاقل و رشید هست که خودش انتخاب کنه. و اگر این انتخاب انتخابی از سر عقل و هوشیاری بود و انتخاب درستی بود، دیگه حقش هست که والدین مخالفتی نکنن، و اگر مخالفت کنن در واقع یکی از حقوقش را پایمال کرده. و اون چیزی که به عنوان کسب اذن پدر یعنی والدین اتخاذ میشه، بیشتر میتونه جنبه اخلاقی داشته باشه که بنا به اون حرمت فرزندی و پدری که وجود داره دقیقاً. لازم هست که این رضایت پدر هم کسب شه تا اینکه بیشتر موجبات خوشحالیشون فراهم شه. ممنون از شما خانم جعفری، سپاسگزاری میکنم. دوستان عزیز ارجمند همراه ما باشید، بیشتر در رابطه با حق دختر در خانواده صحبت خواهیم کرد. هم اکنون دعوت میکنم که شما عزیزان هم شاهد میان برنامه ای باشید. بینندگان عزیز ارجمند دوباره خوش آمدید. مسئولیت همه ماست که با مطالعه دقیق از فرامین و او آموزه های بلند دین مبین اسلام در رابطه با جایگاه و حقوقی که دختر داره و همچنین نگاهی انداختن به قوانین حاکم در جامعه که به نوعی او هم تابع فقه و قوانین اسلامی هست، بدانیم که دختران در خانواده و اجتماع از چه حقوق و امتیازاتی برخوردار هستند و سعی و همت ما به دنبال این مسئله باشه که بنابر هر طریقی و هر راهی که شده به دنبال احقاق حق دختران در خانواده و جامعه باشیم. مهمان گرامی و خانم جعفری هستند و در این بخش هم بیشتر از صحبت‌های ایشان استفاده می‌کنیم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. یک موضوع دیگه که خیلی باید نگاه ویژه‌ای به او قضیه داشته باشیم، بحث تبعیض بین دختران و پسران در درون خانواده هاست که متاسفانه در جامعه ما و شما بسیار هم متاسفانه خیلی شدید دیده میشه که هست. فرق قائل شدن بین دختر و پسر و حتی دختر را به دیده حقارت نگریستن. ببینیم، ما بر اساس تعالیم اسلامی یک اصل داریم، در اسلام یک اصل داریم که وقتی یک حکم انجام نمیشه، یک حکم یا دستور اسلامی، یک دستور قانونی انجام نمیشه که در قوانین موضوع هم هست، و معنی است که اون فرد التزام به سایر احکام هم نداره. مثلا تفاوتی نداره که ما دستور اسلام را مبنی بر ترک نماز، دستور اسلام را بر ادای نماز ترک کنیم،
انجام ندهیم، یا یک دستور فقهی دیگر یا یک دستور و حکم دیگر، فرقی نمی کنم. یکی از دستورات اکید اسلام همین عدم تبعیض که امروز هم علم روانشناسی ایره برش صحه گذاشته بر این حکم اسلامی که در سالهای بسیار دور این حکم از طرف قرآن، از طرف سیره پیامبر، سنت پیغمبر ما داریم در احادیث فراوان به عنوان قوانین پایه و اساس و در قوانین امروز هم که دیگه مشخصاً داریم. وقتی یک خانواده در درون یک کانون خانواده پدر و مادر یا هر کسی دیگری که قدرتی در خانواده داره بین دختر و پسر تفاوتی قائل میشه، به معنای رعایت نکردن یکی از همین احکام است، احکامی که الزام آوریشون به اندازه سایر احکام. پس تفاوتی نداره که مثلا ما نماز نخونیم به عنوان یک مسلمان که میدانیم واجب هست که نماز بخونیم، یا حج نریم اگر واجب الحج هستیم، روزه نگیریم اگر ماه رمضان هست، یا بین فرزندان خود تفاوت قائل شد. وقتی ما که قرآن را که به عنوان قانون اساسی اسلام ازش یاد میکنیم رعایت نکنیم، طبیعی است که سایر قوانین هم رعایت کردنشان برای ما اهمیت ویژه‌ای پیدا نمیکنه. قانون اصل را میچسبیم. حالا به قانون فرعی که قانون موضوع قوانین بشری باشه، اگر بخوایم بی توجه باشیم تا حدودی قابل توجیه هست که خب بشر دیگه، بشر ذاتاً عصیان طلب هست. ولی قوانین اصل که در واقع همون ام القوانین ما که قرآن باشه، تاکید داره بر این که فرزند صالح، فرزند صالح، فرزند صالح. هیچ کجای قرآن ما پیدا نمیکنیم که منظور از فرزند صالح فرموده خدا فرزند پسر باشه، فرزند ذکور باشه. یکی از مسائلی که متاسفانه بسیار نادیده گرفته میشه در عمل همین موضوع هست که قدر تبعات ناخوشایند آقای حسینی در درون اجتماع ایجاد میکنه، از افسرده شدن دختران و کشانده شدن اینها به سمت گناهان فراوان و ارتکاب جرایم مختلف گرفته تا افسردگی های بسیار حادی که منجر به خودکشی از بین بردن در اون خانواده، و حتی اگر این دخترها که در چنین وضعیت نابسامانی رشد کردن تشکیل خانه و خانواده میتن، نسل های بعدی خود را به صورت بیمار، بیمار روانی چنان که خودشان پرورش یافتن تربیت میکنن و تحویل نسل های بعدی میتن. ما یک دختر را که با تبعیض جنسیتی به دلیل دختر بودنش تحقیر میکنیم و تبعیض بین او و برادرش قائل میشیم، در واقع نسل، چند نسل را نابود کردیم، نه فقط یک نفر را، چون اون یک فرد بیمار و عقده‌ای به بار میاد که عقده های خود را در نسل های بعدی خود نشان میده. این قانون هم میگه، شریعت هم میگه و علم هم دیر ثابت کرده که یک فرد به این شکل بیمار میشه. این حالا خوب است اشاره داشته باشیم به این موضوع که یکی از مصادیق متاسفانه بسیار خشن این قضیه در مورد تبعیض، که از مصادیقش تبعیض قائل شدن بین آموزش دختر و پسر است، که فعلا در جامعه فعلی ما متاسفانه میبینیم که بسیار پررنگ شدن، نه تنها از سوی خانواده ها بلکه از سوی مسئولین دولتی و مسئولینی که اسمشان رویشان هست که مسئولن. بسته شدن مکاتب برای دختران و بازماندن مکاتب پسرانه به معنای است که پسرها در قوانین، در حقوق حق تحصیل دارن اما دختران ندارن، از امتیاز بیشتری برخوردارن. دقیقاً. و این تبعیض هیچ گونه توجیه شرعی و عقلی و منطقی نداره. در شریعت ما فراوان داریم طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، یعنی طلب علم برای زن و مرد. این قرآن است، این حدیث است. در سیره پیامبر، در سیره پیامبر ما میبینیم که آموزش زنان نه تنها معنی نیست، بلکه پیامبر تاکید داره روی آموزش زنها، که زنها هستند که در دامن خود جامعه را پرورش میتن، اعضای انسانی جامعه را پرورش میتن. بنابراین محروم ساختن دختر از آموزش، چه توسط والدین چه توسط هر شخص دیگری، زیر پا گذاشتن حقوق تحصیلی برابر ایشان که هم شریعت به او سهم گذاره و هم قوانین نادیده گرفته میشه، و یک معضل بسیار
موزل بسیار خطرناکی است که آینده متاسفانه تاریکی را در انتظار دارد. کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم خانم جعفری. میخوایم صحبت ما با این مطلب به اتمام برسانم و مرخص شوم از خدمت بیننده عزیز که توجه داشته باشیم که اگر یک دختر را ما با زندگی او درست رفتار نکنیم و او را بیمار بسازیم به لحاظ روانی، شخصیتی و نادیده گرفتن حقوقی که قرآن خداوند قوانین برای او در نظر گرفته نادیده بگیریم، یک اجتماع را به نابودی خواهیم کشاند. و این مسئله نیست که براحتی از کنارش بشه که عبور کرد و ما بتانیم خود ما را با این قضیه تسکین بتیم که بگیم خب شرایط مناسب نیست. در همه شرایط ناگواری که قرار داریم یا شرایط نامناسبی که هست، ما باید تلاش کنیم که حقوقی را که خدا برای همه نسل بشر و مخصوصا دختران در نظر گرفته اعاده کنیم. بله، سپاسگزارم که ممنون از صحبت‌های شما خانم جعفری. تشکر واقعا از اینکه نکاتی بسیار کلیدی اساسی را بر مبنای دستورات دینی برای بینندگان عزیز ما ارائه فرمودید. بر شما آرزوی موفقیت، سلامتی و طول عمر میکنم و باز هم تشکر از اینکه دعوت ما به صحبت امروزی را پذیرفتید. خواهش میکنم. خب دوستان عزیز و ارجمند، ممنون از همراهی همه شما عزیزان. 2 بخش از برنامه ما برای شما عزیزان تقدیم شد. همراه ما باشین. اگرچه جام جهانی 2022 قطر به اتمام رسیده، البته صحبت هایی هست در حاشیه که در رابطه با اهمیت این جام باید برای شما عزیزان تقدیم شود. همراه ما باشین تا در بخش سوم برنامه بیشتر به این موضوع بپردازیم.